قصد خاطر گویی ندارم تنها اون چیزهایی رو مطرح میکنم که در ارتباط با موضوع رابطه کودک و طبیعت از پیشینه من میاد در زم ممکنه که در لابلای این صحبت من به مستندات علمی اشاره بکنم اما باید دانست که این در واقع یک روایت شخصی من از این مسئله است و باید اون رو از این زاویه نگاه کرد من متولد هفت مهر ماه 1325 هم. من در یه شهر کویری به نام سبزوار به دنیا آمدم هنوز هم آتش سبزه و آب روان با من همراه است کودکی من سرشار از رابطه با طبیعت بوده یک حیات خرابه پشت خونه بود که اینجا امپراتوری من بود من در اینجا هر بازی که دلم میخواست میکردم یله از هر نوع کنترلی فضای اینجا یک فضای طبیعی بود علف از همه جای اون رویده بود چند تا مو این طرف و اون طرف روی زمین خزیده بودند و در انتهای این حیات چند تا اتاق خرابه بود اتاقهایی که قبلا اونجا گاو نگه می داشتند و بعد که شهر بزرگ شده بود عملا نگهداری گاو ناممکن بود و اینها متروک مونده بودند اینجا مثلا مدرسه بازی می کردیم و بعد وقتی زنگ تفریح رو می بزنیم چوبی بر داشتیم و یکی از شیشه های این پنجره ها رو میشکستیم و این زنگ تفریح ما محسوب شد. اینجا من برای مرچه ها دون می و تعقیب می کردم اونها رو ببینم کجا می رن. تله می برای گرفتن پرنده ها. هنوز صدای قلبم رو در لحظه ای که گنجش می خواد به سبدی که به عنوان تله به کار رفته نزدیک بشه رو می توانم بشنوم. گاهی بیرون از این محوطه توی کوچه با بچه های محل بازی الک تیل بازی و غیرو هم جزی از سرگرمی های ما بود. حتی ما تیله هامون خودمون می ساختیم از سنگ. اون چیزی که امروز در بین بچه ها اصلا هیچ سابقه ای نداره. ما سنگ خام رو میتراشیدیم و تبدیل به یه تیله می کردیم. بعد از دوازده سالگی ما از شهر کوچ کردیم به اومه شهر. اینجا دیگه طبیعت همه جا من رو احاطه کرده بود با فاصله چند دقیقی از خونه گندمزار بود سیفیکاری ها بود باغات بودن و ما در این فضاها هر چی دلمون میخواست میکردیم از باغ همسایه میوه میدزدیدیم سبزی میچیدیم یا در استخرای پرورش ماهی یا استخرای ذخیره آب شنا میکردیم و هر کار دیگری که دوست داشتیم من امه مهربانی داشتم که توی روستای کوهستانی به نام جغتای زندگی میکرد و تابستون خیلی از وقتا پیش او بودم او من رو آزاد میذاشت که هر کاری که دوست دارم بکنم من صبح سر از خواب بر میداشتم صبحانه خورده و نخورده آزم کوچه بودم از درختها ها بالا میرفتیم از لونه های گنجشک جوجه بر میداشتیم بوی اطر درخت های گردو هنوز توی بینی منه اونقدر این خاطری بویایی قوی است که هنوز هم که هنوزه من بسیاری از چیزها رو برای شناسایی اول با بو تجربه میکنم هر گیاهی رو اول بو میکنم قبل از اینکه بتونم بگم که این گیاه چی هست تو کوچه باخا با بچه های دیگه بازی میکردیم تا غروب قروب میامدیم و هنوز لغمه در دهان تمام نشده خوابم میبرد از خستگی و باز دوباره فردا صبح برنامه همین بود از مدرسه هر اون چی که بیاد دارم از جنبه های آموزشی تلخ و ناگواره ارتباطات اجتماعی با بچه های دیگه همه برای من مندگار شدند و خاطر انگیز مثلا فرض کن چند روز پیش یه عکس قدیمی مال کلاس ششم ابتدایی رو نگاه میکردم بعد از شست و دوسه سال میتونستم تقریبا نوت درصد اونها رو تشخیص بدم با اسم اما اسم معلم ها رو کمتر بیاد میارم اون چی که از مدرسه و دبیرستان میتونم خلاصه بگم اینی که این نظام با ما اصلا مهربان نبود مثلا فرض کنید که تنبیه بدنی رایج بود ولی همه اینها در ما تأثیر مندگاری که ما رو بیپا کنه نمیگذاشت چرا؟ برای اینکه این نظام چنگش روی ما محکم نبود ما یله بودیم ما برای خودمون گشت میزدیم ما برای درس و مدرسه اهمیت زیادی قائل نبودیم مثلا فرض کنید که سیزده روز عید رو ما مشک نمی نوشتیم من یاد نمیارم که مشق نوشته باشم در این سیزده روز عید می دونستیم که روز چارده که بریم باید چند تا ترکه به کف دستمون تجربه بکنیم ولی این رو برای خودمون هموار کرده بودیم و همه این تعطیلات نوروزی رو با مشق و درس حرام نمی کردیم خانواده با ما کاملا مهربان بود هر چی که در توان داشتن برای اینکه من بتونم اونجوری که دوست دارم درس بخونم در اختیار بود ولی ما رو کنترل نمی کردن و کنترل مدرسه هم در مورد ما کارآمد نبود لذا ما میتونستیم از این قیدها بگریزیم و برای خودمون یلگی کنیم بازی کنیم و رشد بکنیم بعد از پایان دبیرستان من شهر زادگاه رو ترک کردم به قصد رفتن به دانشگاه اون موقع فکر می کردم که رشته مورد علاقه من کشاورزی است از اینجا بلند شدم از مشهد بلند شدم رفتم اهواز از اهواز با ماشین های ریوی ارتشی رفتم به دانشکده کشاورزی که چل کیلومتری شهر بود در روستای ملاستانی و اونجا کنکور دادم و قبول شدم با نمره خوب قبول شدم دانشکده رو تا سال سوم ادامه می دادم و گمان می کردم که این همون چیزی است که من می خواهم. دلم می خواد در آینده یک کشاورز باشم مزرعه داشته باشم اسب داشته باشم گاو و گوسفند داشته باشم و کشت و زهر بکنم ولی سال سوم دانشکده یه درس یک واحدی برداشتم به نام کنسرواسیون من هیچ از این درس نمیدونستم حتی معنی کنسرواسیون رو هم نمیدونستم فکر می کردم کنسرو کردن مواد غذایی است یک درس ساده یک واحدی با هفتاد هشتاد صفحه پولیکوپی مطالب خیلی ابتدایی و بدوی در مورد طبیعت ایران اینکه ما چه حیواناتی رو در ایران داریم هر کدوم کجا زندگی میکنن چه خطراتی اونها رو تهدید میکنن ماهیای خزری ما به خاطر این رسوب گرفتن رودخانهها ها در خطر انقراضن و تازه من اونجا متوجه شدم که اصلا علاقه من به کشاورزی نبوده بلکه من دنبال همچین چیزی بودم و از اونجا مصمم شدم که ادامه تحصیل رو در این رشته بدم بنابراین بعد از فارغ و تحصیلی برای ادامه تحصیل از امریکا شدم در دانشگاه ایالتی آیووا شروع به تحصیل کردم در یک رشته تلفیقی که بخشهایی از اون حی... حیات وحش بود بخشهای شیلات بود و بخشهای جانورشناسی ولی دروسی که در همه اینها می گرفتم بوم شناسی بود در واقع بوم شناسی یعنی مطالعه رابطه موجودات زنده با محیط زیستشون بعد از پایان تحصیل برگشتم و در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشغول به تدریس شدم گمانم این بود که من اگر به عنوان یک معلم بومشناس بتونم فارغ و تحصیلان خوبی رو در این زمینه تربیت کنم میتونم به طبیعت و محیط زیست ایران خدمت کنم برای این کار تلاش بسیار کردم و سالهای بسیاری از دوران دانشگاهی من سالهای موفقی بود در این زمینه من یادم میاد که خیلی از دانشجویانی که سر کلاس من حاضر میشدند اصلا دانشجوی من نبودند فقط برای شنیدن این مطالب به کلاس می اومدن ولی از یه جایی به بعد من حس می کردم که آرام آرام از میزان علاقه دانشجو به درس و کلاس داره کم میشه و این برای من خیلی دردناک بود میخواستم بدونم که چه اتفاقی افتاده که این تغییر در دانشجوان مشهوده یک بار یادمه که از دانشجوهای یک کلاس رشته محیط زیست خواستم که بگن که محیط زیست گزینه چندم اونها بوده حیرت آور بود که اونی که از همه به علاقش نزدیکتر بود گزینه چل هشتم بود من با خودم فکر میکردم که خب وقتی که کسی با یک چنین بی سر کلاس حضور پیدا کنه طبیعیه که نخواد کلاس ادامه داشته باشه به ساعتش نگاه کنه و بخواد زودتر هرچی زودتر کلاس تمام بشه در گام اول به نظرم آمد که نظام کنکور باید مسببی چنین چیزی باشه چرا که ما که به دانشکده رفتیم هر دانشکده برای خودش کنکور مستقل داشت و دانشجو بر اساس علاق خودش میرفت و کنکوری دانشکده ای رو شرکت میکرد اما خب من همزمان که دانشکده درس میدادم 25 6 سال هم برای دانش آموزان دبیرستان که میخواستن در المپیاد شرکت کنن و المپیاد استانی رو تمام قبول شده بودن و میخواستن برن به المپیاد کشوری میرفتم و ده 15 ساعتی خط مقدم زیست شناسی رو براشون میگفتم در اونجا می دیدم در این فاصله بیست و چند سال هر روز از علاقه دانش آموزان کاسته میشه. من خودزنی در بین دانش آموزان می دیدم خودسوزی می دیدم خودکشی می دیدم ترک تحصیل در شب کنکور می دیدم و بنابراین به این نتیجه می رسیدم که کنکور نباید تنها علت بی علاقگی دانشجوان باشه بلکه ریشه هاش باید از این عمیقتر باشه ما آموزش رو خیلی خیلی زود هنگام آغاز می کنیم. در نظر داشته باشین که ما هفت ساله به مدرسه رفتیم امروز مدرسه از شش سالگی آغاز میشه ولی حتی آموزش از مدرسه شروع نمیشه بچه سه ساله هم که به مهد کودک میره داره آموزش میبینه ولی حتی قبل از سه سالگی هم پدر و مادر رگباری از آموزش بر او میگیرن مادر به شکمش نگاه میکنه و با بچه درون رحمش صحبت میکنه و سعی میکنه به اون انگلیسی یاد بده یا مطالب مختلف دیگر یعنی آموزش از رحم مادر شروع شده و من تصورم این بود که این آموزش زود هنگام بچه ها رو از بازی از شادی از یلگی از به خود بودن محروم کرده گفتم که ما به مدرسه می رفتیم ولی مدرسه یه زمان محدود بود چند ساعتی تو مدرسه بودیم و بقیه روز رو به خود بودیم بازی می کردیم اما تصور یک بچه کلاس ابتدایی مدرسه رو بکنین این موردی که دارم میگم مورد خیالی نیست مورد واقعی است یه بچه ابتدایی در یه مدرسه تهران که روزی 19 ساعت سر کلاس های مختلف باید حاضر بشه یعنی وقتی کلاس های موظف مدرسهش تمام میشه کلاس زبان، کلاس موسیقی، کلاس نقاشی، کلاس کوفت، کلاس زهرمار و کلاس های متعدد دیگر و این بچه آخر شب خسته و کوفته بخوابه و فردا صبح دوباره روز از نو و روزی از نو بنابراین یک تغییر عمده در مسیر زندگیم پیدا شد و من به نظرم رسید که ما باید سراغ کودکان بریم ما باید دوباره بازی رو از نو برای اونها زنده کنیم ما باید فرصت بازی و شادمانی برای اونا فراهم کنیم. ما باید اونا را از کلاس ها دوباره بیرون بکشیم. و اگر قرار که برای محیط زیست ما در آینده امیدی باشه در اینی که ما دانشجوانی داشته باشیم که شادمان پر انگیزه و علاقمند باشن پیش از اون که بخوان آگاه بشن.